سلام، به کانال پیوان میدیا خوش آمدید. امیدوارم جور و صحتمند و سرحال باشید. امروز در این ویدیو به 14 جزای بی نمازان اشاره میکنم. امیدوارم آنها را در نظر داشته و در نماز سستی و کاهلی را هرگز راه ندهید. ولی قبل از آن، اگر باری اول از کانال ما دیدن میکنید، سابسکرایب کانال ما را فراموش نکنید. 14 جزای بی نمازان: 5 جزا در دنیا، 3 جزا در هنگام مرگ، 3 جزا در میان قبر، 3 جزا در روز قیامت. برای انسان بی نماز و کسانی که در نماز کاهلی و سستی می کنند و نماز را قصدن ترک می نمایند، از طرف خداوند جل جلاله 14 جزا مقرر شده است. 5 جزا در دنیا، 3 جزا هنگام مرگ، 3 جزا بعد از مرگ در میان قبر و 3 جزا در روز قیامت. 5 جزا در دنیا: اول، از زندگی وی برکت برداشته می شود. 2، نور مؤمنان از چهرهش برداشته می شود. 3، از اجر بزرگ نماز محروم می گردد. 4، دعایش به زودی قبول نمی شود. 5، دعای بندگان نیک نیز در حق او به آسانی قبول نخواهد شد. 3 جزا هنگام مرگ: 1، بی نماز با سختی قبض روح می گردد. 2، بی نماز را مردم با الفاظ خیر یاد نمی کنند. 3، از اینکه نماز نخوانده است سخت پشیمان می باشد ولی سودی نمی داشته باشد. 3 جزا بعد از مرگ در میان قبر: قبر بی نماز چنان تنگ می شود که قبرگاه هایش به هم می چسبد. آتش در قبر بی نماز شعله‌ور می شود. 3 ماری بر وی مسلط می گردد تا او را در هر وقت نماز عذاب نماید. 3 جزا در روز قیامت: حساب اعمالی او به سختی گرفته خواهد شد. 2، حق تعالی بر او قهر و غضب خواهد بود. 3، بی نماز در جهنم داخل خواهد شد، در حالی که کمترین عذاب جهنم پوشانیدن کفشهای آتشین است که از گرمی آن مغز سر به جوش می آید. الله متعال نجات دهد. ای تارک نماز، مگر نمی دانی هر کس قصدن نماز را ترک کند از حفظ و مراقبت الهی محروم خواهد شد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: به الله شرک مورز، حتی اگر شکنجه شوی و سوزاندنی شوی. از پدر و مادرت اطاعت کن، حتی اگر تو را از اموالت محروم سازند و از هر آنچی از آن توست. و نماز را عمدن و قصدن ترک مکن، که هرکس نماز را قصدن ترک گوید از حفظ و مراقبت الله محروم خواهد شد. به سوی پروردگارت برگرد قبل از آن که مرگ در این حالت به سراغت بیاید. ای تارک نماز، آیا نمیدانی ترک نماز کفر و شرک و گمراهی است؟ چه حسرتی شدیدی اگر در حالی که تارک نماز هستی مرگت فرا رسد.